به نام خداوند بخشنده با مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از چینل جنرال پلاس خوش آمدید نامنی ها در شمال کابل ده خانواده خانه هایشان را ترک کردن شمار از باشندگان ولسوالی گلتره هشدار می دهند که اگر نهادهای های امیتی به وضعیت آنان رسیدگی نکنند خودشان در برابر طالبان استادگی خواهند کرد در پی افزایش نامنی ها و گسترش فعالیت طالبان در حومه های پایتخت ده خانواده ها در ولسوالی های گلدره و شکردره کابل خانه‌هایشان هایشان را ترک کردند شمار از این خانواده ها حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را به ناکامی در تامین امنیت شهروندان متهم می سازند و هشدار می دهند که اگر با وضعیت امنیتی ولسوالی های شمال کابل رسیدگی نشود نامنی ها در این بخش های شهر کابل را تهدید خواهند کرد و گفته باشندگان ولسوالی گلدره کابل در یک هفته پسین و در پی هشدارهای پی هم و بلند شدن پرچم طالبان در این ولسوالی در حدود 150 خانواده خانواده را ترک کردن و به شهر کابل پناه آوردن زمره باشنده ولسوالی گلدره گفت اینجا ناامن است وقت شب می شود طالب فیر می کند پرسان نیست بازخواست نیست حکومت نیست اگر حکومت باشد مردم کورت نمی کنند محمد حسن باشنده ولسوالی شکردره نیست افزود وقتی درگیری صورت گرفت دو روز بعد پرچم طالبان بر سر کوبالا بالا شد سپس کسانی که در پلیس اردو امیت و معرف بودند مجبور شدن گلدره را ترک کنند شمار دیگر از باشندگان ولسولی گلدره هشدار میدهند که اگر نهادهای امنیتی به وضعیت امنیتی آنان رسیدگی نکنند خودشان در برابر طالبان ایستادگی خواهند کرد آنان میگویند که دیگر نمیخواهند روزهای سیاه دوره طالبان در این مناطق تکرار شوند قسیم باشنده ولسوالی گلدره گفت اگر حالا نشود بهار به و یا سال آینده یک درگیری را خواهد داد هفته پیش نیز در پی عملیات نیروهای دولتی در برابر طالبان در ولسوالی شکردره کابل دهها خانواده به جا شده بودند اما ارتش از آمادگی برای پاکسازی مناطق ناامن شمال خبر میدهند راهالله احمدزی سخنگوی وزارت دفاعی ملی میگوید به خاطر تامین امنیت بهتر ولسوالی های دیگر شمال کابل نیز پلان و برنامه های منظم امنیتی وجود دارد و در آینده نزدیک عملی خواهد شد یک دگروال وزارت دفاع در کابل کشته شد بر اساس گزارش ها یک دگروال ارتش که در بخش لوجستیک وزارت دفاع ملی ماموریت داشت صبح امروز شنبه یک سنبلا در مربوطات نایه هشتم شهر کابل کشته شده است. هویت این دگروال ارتش تا اکنون اعلام نشده است. منابع در وزارت دفاع در گفتگو با رسانه ها تایید کردند که این دگروال ارتش از سوی افراد مسلح ناشناس در ساحه سرک دوی کارت نو از مربوطات نایه هشتم شهر کابل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است و گفته این منابع در این رویداد راننده او نیز کشته شده است. هیچ فرد یا گروهی تا اکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است این در حال است که صبح امروز در سه انفجار جداگانه در مربوطات حوزه های پنجم هفتم و پانزدهم امنیتی شهر کابل نیز یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند گفتنی است که اخیرا انفجار ماین های مقناطیسی و ترورهای هدفمند در شهر کابل افزایش یافته است ظلمی خلیلزاد نمایندویج ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان روز جمعه در واکنش به کشته شدن عبدالباقی امین رئیس شورای علمی وزارت امور و مسئول مرکز مطالعات استراتژیک قاصد در شهر دوهای قطر که در زمینه فعالیت میکرد هدف از این ترورها را تاخیر در روند سول از سوی مخالفان این پروسه عنوان کرد کمیسیون حقوق و بشر در واکنش به ترور آقای امین از افزایش های هدفمند ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا عوامل این ترورها را شناسایی و مجازات کنند آقای امین اخیرا در نتیجه انفجار بمب مقناطیسی که در موترش کار گذاشته شده بود در کابل کشته شد هیچ گروه مسئولیت مرگ او را به عهده نگرفت و طالبان هم دست داشتن در آن را رد کردند. ارخ خواستار محکومیت جهانی کشتار توسط شبکه های ترور طالبان شد سخنگوی ریاست جمهوری میگوید طالبان با ادامه جنگ و خشونت و ترور مردم را نسبت به صلح ناامید میسازند او گفته جامعه جهانی کشتار توسط شبکه های ترور طالبان را محکوم می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شنبه که سنباله در یک پیام تویتری نگاشته است حمله های طالبان اخیرا بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیانگر روایت جنگی و تداوم خشونت های فرائین این گروه است وی در ادامه آورده است که هدف گیری نظامیان و مردم توسط شبکه های ترور طالبان جنایت هاونناکی است که با ایز از سوی جامعه جهانی محکوم می شود صدیقی گفت که طالبان با این حملات مردم را نسبت به صلح می کنن. این گفته ها در حال بیان می شود که طی روزهای گذشته گزشت، حملات طالبان در شمار از ولایت های کشور شدت یافته است در تازه ترین مورد منابع محلی در ولایت دایکندی به خبرگزاری آها گفتند که در یک عملی طالبان شش نیروی خیزش مردمی در ولسپولی پاتوی این ولایت کشته شدند به گفته این منابع از دیروز جمعه به این طرف طالبان حملاتشان را شدت بخشیده و شمار از روستاهای این ولسپولی را تصرف کردند همچنین تای دو روز اخیر نیروهای خیزش مردمی در ولسپولی خوجه باهدین تخار هم در پای حملات طالبان متحمل تلفات سنگین شدند از جانب دیگر وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای امنیتی شما را از حملات طالبان در برخ ولایت ها را دفع کرده و تلفات سنگین به نیروهای گروه وارد کرده است در همین حال تلاش ها برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات صلح جریان دارد قرار بود این مذاکرات هفته گذشته آغاز شود اما به دلیل تاخیر در روند رهایی زندانیان خطرناک طالبان تا آغاز نشده است حکومت از 400 زندانی خطرناک طالبان 80 نفر آنان را رها کرده است اما به دلیل مخالفت شمار از کشورها از رهایی 320 نفر دیگر ابتنا ورزیده است پاکستان ملا برادر و سراجدین حقانی را تحریم کرد. پاکستان بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه را در قطر و سراجدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون نظامی رهبر طالبان را تحریم کرد وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که بر اساس قطرنامه شورای امنیت سازمان ملل این کشور محدودیت های جدید را بر ملا برادر معاون سیاسی طالبان و سراجدین حقانی رهبر شبکه حقانی و سایر رهبران طالبان وضع کرده است طبق اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان که به تازگی منتشر شده بر اساس قطعنامه شماره 2255 شورای امنیت اموال رهبران طالبان و شبکه اقوانی ضبط شده و این افراد محدودیت و سفر خواهند داشت زاهید چودری سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز در این باره گفته است این محدودیت های جدید نیست و پیش از این نیز پاکستان محدودیت هایی را در راستای قطعنامه شورای امنیت ملی بر این گروه اعمال کرده است این در حال است که سال گذشته ملا برادر در سفر به پاکستان مورد استقبال رسمی مقام های وزارت و خارجه پاکستان قرار گرفت. پاکستان متهم به حمایت از طالبان است و رهبران آن گروه در خانکان کشور مستقر هستند. سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.